سلامی مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. در هفته دوم فروردین ماه هستیم و در مورد کارنامه دو برای شما صحبت خواهیم کرد. هفته گذشته کارنامه یک رو دیدید که چقدر مفصل بود، چقدر عزیزانی صحبتشون رو در ویدیو گفته بودند. این هفته کارنامه دو هست که باز کارنامه همونطور که هفته پیش توضیح دادم براتون در مورد بیماران درمان شده در سال 1399 هستن، سال گذشته که بهبودی پیدا کردن، ویدیوهاشون رو برای ما فرستادن و ما به عرضه نمایش گذاشتیم برای شما عزیزان این ویدیوها رو در سال 1399. و حالا که سال 1400 هست، یک کارنامه به طور کلی از همه اینا رو داریم نشون شما میدیم. این برای توضیح برای کسانی بود که هفته پیش برنامه ما رو ندیدن. میریم با هم این کارنامه رو میبینیم، برمیگردیم، من در خدمتتون هستم. خدا با عرض سلام و خسته نباشید. مرضیه شاد هستم، یکی از بیماران بهبود یافته آقای دکتر وزیری تبار. پارسال اوایل سال سردردهای شدیدی به سراغ من اومد. بعد من چندین بار به دکتر مراجعه کردم، گفتن که شما سینوسیتون عفونت کرد. من رفتم دکتر، هی چندین بار مراجعه کردم، بازم گفتن خانم شما سینوسیتون عفونت کرد. تا اینکه یک روز اتفاقی متوجه شدم که چشم چپم اصلا دید نداره. بعد مراجعه کردم به دکتر چشم پزشک. دکتر چشم پزشکم گفتن که چشم چپتون کاملا سکته کرده، دیدش از دست داده. تلویزیون روشن بود، من خیلی علاقه داشتم به برنامه های آقای دکتر وزیری تبار. وقتی که برنامه ها رو همینجوری که داشتن، آقای دکتر میگفتن که شما اصلا از بیماری های سر و علاج خودتون نگران نباشید، من با همسرم مشورت کردم، گفتم که خب وقتی دکتر ها اینجوری منم کلن دیگه جواب کردن، مایم یک تماس بگیریم، یک مشاوره بگیریم از دکتر. ایشون هم قبول کردن، بلافاصله زنگ زدن به همون شماره زیرنویس تلویزیون. بعد چند روز آقای دکتر با من تماس گرفت. گفتم که چشم چپم سکته کرده، دید نداره. آقای دکتر گفتن شما اصلا نگران نباشید، من براتون دارو میفرستم، خوب میشید. دیگه من تقریبا یک سه ماه طول کشید که دارو به دستم رسید. توی این مدت نور برق خونه اذیتم میکرد، یعنی کلا ما باید لامپا رو خاموش میکردیم تو تاریکی بنشستیم، چون نور من چشمام اذیت میکرد خیلی. بعد یک طوری بود که تشخیص نمیدادم چهره بچه هامه، یه واقعا اذیت میشدم، واقعا طوری بود که اصلا همیشه با خودم میگفتم خدایا، یعنی تو این سه چهار ماه من دوتا چشمم این از دست دادم، یعنی همه چی تمام شد، تا آخر عمر من باید نابینا باشم. تا اینکه دارو به دستم رسید. یک هفته گذشت، دارو رو که استفاده میکردم دیدم که چشمام واقعا سنگینی چشمام از بین رفته، اون دردایی که چشمام داشتم دیگه داره کم کم سبک میشه. تا یک ماه استفاده میکردم چشم راستم دیدش به دست آورد. وقتی یک ماه که داروها رو استفاده کردم چشم راستم که بیناییش به دست آورده بود، بعد از سه ماه چشم چپ هم بیناییش، یعنی دید میدانش به دست اومد. دیگه واقعا چشم خوب شدن، من حالم بهتره. الانم این هم بگم که من مشکل قلبی داشتم، قبلا دو بار آنجیو شدم که من هیچ وقت نمیتونستم از پله ها بالا برم، سر بالایی هیچ زمان نمیتونستم راه برم. کلا یک طوری بود که من همیشه با کوچکترین حرکتی، با یک چیزی که اصلا یک خمراست میشدم قلبم میگرفت. دیگه الان قلبم هم خوب شده، خدا رو شد. یعنی اصلا هیچ حسی نمیکنم که من از پله ها چنان مثل آدم سالم رفت آمد میکنم که هیچ وقت نفسم هم نمیگیره. من هم الان قلبم خوب شده، خدا رو شکر، هم چشام خوب شده. آقای دکتر دستتون درد نکنه، الان هم چشام خوب شده. رفتم دکتر، چشام فشارش 18. من یعنی فشار چشمم از 43 اومده به 18. وقتی به آقای دکتر تماس گرفتم گفتم که آقای دکتر داروهای من که 6 ماه داروها رو استفاده کردم،
الان فشار چشمم به 18 رسیده از 43. آقای دکتر فرمودن که نه، شما باید یک مرحله دیگه دارو استفاده کنید، چون امکان داره که باز فشار چشمت برگرده. بذار خیال من راحت بشه که شما یک مرحله دیگه دارو استفاده کنید، فشار چشمت هم بیاد رو 10، یعنی کاملا خوب بشین. الان هم خوب هستین، ولی یک مرحله دیگه دارو مصرف کنید دیگه این مریضی هیچ زمان سراغ شما نمیاد. من به خاطر همین بود که باز یک مرحله دیگه دارو سفارش دادم. الانم از آقای دکتر خیلی خیلی ممنونم، واقعا خیلی زحمت کشیدن. از آقای دکتر دراپا که این دارو رو ساختن که مریضا رو نجات میدن واقعا، و خانم مونا کریمی که خیلی زحمت کشیدن برای من. یعنی واقعا من هر سری زنگ میزدم گفتم خانم کریمی داروام چشام دارن، یعنی واقعا کور میشن. میگفت خانم اصلا شما ناراحت نباشید، داروات به محض برسن من برات میفرستم. یعنی واقعا هم زحمت کشیدن برای من. از آقای علی خانی هم تشکر ویژه دارم که زحمت کشیدن، از همه همکارایی که توی این تعلیمای داروها رو میرسونن به دست مریضا خیلی خیلی ممنونم. آقای دکتر شما فرشته هستین که بین آدم ها زندگی میکنید. من که همیشه دعای خیرم پشت سر شماست. به نظر من تمام هموطنهای ما که اینجوری مریضای ناعلاج گرفتن الان بهتر شدن حالشان، به نظر من همشان دارن دعاگوی شما هستن تا عمر دارن. الان هم من تبلیغ نمیکنم، هیچ وقتم نمیگم که آقای دکتر فامیل من که نیستن، فقط من میگم من که همچین نتیجه گرفتم، من که اصلا دید نداشتم، در عرض 3-4 ماه بیناییم از دست دادم، الان تو خونم نشستم، دارو اومد تو خونم، درمان شدم. فقط خواستم بگم که اگه کسی خدایی نکرده، خدایی نکرده، انشالله که هیچ کسی مشکل چشمی پیدا نکنه، چون واقعا نابینایی خیلی درد بدیه. اگه کسی یک بارم که مشورت کنه با آقای دکتر هیچ وقت ضرر نمیکنه، هیچ وقت پشیمان نمیشه. من که پشیمان نیستم، خیلی هم خوشحالم. به نظر من یعنی تنها کاری که من به خودم من خدمت کردم همین بود که با آقای دکتر مشورت کردم راجع به بیماری، وگرنه من الان حتما نابینای کامل شده بودم. الان اصلا هیچ مشکلی ندارم، چون آقای دکتر گفتن که شما مشکلتون برطرف شده، فقط محض اطمینان دارو استفاده کنید. به نظر من هر کس اگر یک مشکلی داره، مخصوصا مشکل چشمی، با آقای دکتر مشورت کنن هیچ زمان پشیمان نمیشن. آقای دکتر دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. شما واقعا زندگی من، یعنی اصلا زندگی رو به من بخشیدین، یعنی بچه های من رو به من بخشیدین، چون خوشحال شدن بچه ها. هیچ وقت دیگه نگران این نیستن که مادرشان تو خونه نابینا باشه، اینا برن بیرون نگران من باشن، چون من دیگه واقعا از اولم بهتر شدم. قربون شما برم آقای دکتر، ایشالله یک روز بیای ایران دست پاتانو میبوسم. من واقعا از شما صمیمانه تشکر میکنم، خیلی ممنون آقای دکتر. سلام و عرض ادب خدمت آقای دکتر شهریار وزیر تبار و تمامی دوستانی که الان بیننده ما هستید. من سحر علیگلی‌زاده، خواهر هدیه جان، یکی از بهبودیافتگان اختلال طیف اوتیسم که بیش فعالی هم داشت و الان خدا رو شکر خیلی آرومه و کنار دست من که میبینی نشسته. تا اینکه یه شب مامانم پای شبکه ITN فیلم یکی از بهبودیافتگان داروی استمسل برنامه آقای دکتر شهریار وزیر تبار رو دیده بود که صبحش به من گفتش که سحر یکی از بیماران صعب العلاج تحت نظر آقای دکتر شهریار وزیر تبار با داروی به اسم استم رژین بهبودی پیدا کرده بود. ای کاش میشد که مشکل اوتیسم هدیه هم با این داروها حل میشد و همین باعث شد که من بلافاصله به پیج آقای دکتر سر زدم و شماره واتساپشون رو از پیجشون برداشتم و بهشون پی ام زدم. در کمتر از 24 ساعت به من جواب اومد که بله، اختلال طیف اوتیسم هم با داروی استمسل قابل درمان هستش، که
2 روز بعد آقای دکتر با من تماس گرفتن، در مورد مشکلات هدیه توضیح دادم بهشون. 2 ماه بعد داروها دستمون رسید و شروع کردیم به استفاده از داروهای استمسل و یه سری داروهای مکملی که برای ما فرستاده. بعد از اینکه اولین پک درمانی دستمون رسید، هدیه موقع 10 سالش بود که شروع کردیم به استفاده از داروها. 3-4 ماه بعد از استفاده از داروهای استمسل تونستن ریشه مدرسه رو قبول بشه و الان تو مدرسه اوتیسم ارومیه درس میخونه. قبلا ما نمیتونستیم هیچ کدوم از مهمونی ها عروسی ها شرکت بکنیم به خاطر بیقراری هایی که داشت و وقتی وارد جمع شدیم رفتارهای کلیشه خیلی زیادی از خودش نشون میداد، بال زدن و حرکت هایی که باعث میشد همه تو جمع برگردن رفتارهاش رو نگاه کنن و سوالایی که از ما میشد این همیشه همینطوریه. ولی خوشبختانه بعد از استفاده از داروها ما تونستیم تو خیلی از مهمونی ها شرکت کنیم. رفتارهای کلیشه‌ش تا 70-80% خیلی کم شده بود، الان میتونم بگم تا 90% رفتارهای کلیشه‌ش کم شده. آروم و قرار داره، پشت میز میتونه بشینه، ارتباط چشمی خوبی برقرار میکنه با من یا با مربیش. بعد من همیشه به این فکر میکردم که میتونم یه روزی باهاش کار دستی کار کنم، که چند وقت پیش خودم داشتم با چرم کار میکردم، 2 روز فقط کار قیچی منو نگاه میکرد به دستم بدون اینکه ازش بخوام. خودش خیلی با دقت و با علاقه نشسته بود کنارم که 2 روز بعد دیدم که خودش قیچی رو برداشته و یه سری کاغذهای باطله که رو میز داشتم اونا رو داره قیچی میزنه و همین باعث شد که الان کار دستی های مدرسه رو با هم دیگه که کار میکنیم خودش برش میزنه میچسبونه. بعد مشکلات دیگه که داشت، مشکل حسی با لباسهاش داشت، اصلا امکان نداشت شلوار به پاش کنه، همیشه شلوارک باید پاش بود، اگه شلوار میپوشیدیم تا زالو بالا میزد، جوراب‌هاش رو از پاش میکند. ولی خوشبختانه نه تنها این مشکل حسی با لباس ها برطرف شده الان، بلکه به مهارت های خودیاری تعویض لباساش و یک سری از کارهای شخصی خودش رسیده. دستور پذیریش خیلی بهتر شده، الان به 2 زبان فارسی و ترکی دستور پذیری داره. 1-2 ماهی هستش که کلماتش بهتر شده، جمله های 2 کلمه خیلی کوتاه میتونه بسازه و در زمان و مکان مناسب که احساس نیاز میکنه از اونا استفاده میکنه. و در اینجا میخوام از خانواده هایی که مثل ما بچه اوتیسم توی خونهشون دارن و همیشه دنبال بهترین روانپزشکا، بهترین متخصصین مغز و اعصاب هستن، مثل ما که خیلی دنبال روانپزشکا بودیم، خیلی شهر رو رفتیم، ولی متاسفانه جوابی که میگرفتیم میگفتن اوتیسم هیچ درمان دارویی نداره، با داروهای شیمیایی شما نمیتونید بچهتون رو درمان بکنید و هیچ کدوم این داروهایی هم که برای هدیه تجویز میشد مثل ریسپریدون و ریتالین نه تنها اینکه حالش رو بهتر نمیکرد بلکه بدتر هم میشد. نه تنها عوارض دارویی خیلی بالایی داشتن بلکه اعتیاد آور هم بودن، وقتی قطع می شد حالش خیلی خیلی بدتر می شد. ولی با استفاده از اولین روزی که ما از داروهای استمسل و مکملهای دارویی که کنارشون آقای دکتر فرستاده بودن ما هیچ عارضه‌ای ندیدیم، حتی فاصله که بین 2 پک دارویی افتاده بود ما نگران این بودیم که نکنه داروهاش قطع شده دوباره رفتارهاش برگرده مثل گذشته بشه، که نه اصلا همچین نبود، بهبودی که حاصل شده بود تثبیت شده بود و با استفاده از این داروها ما اصلا هیچ نگرانی نداریم، هیچ عارضه‌ای نداره، بلکه بهبودی روزافزون رو شاهد هستیم. توصیه میکنم که حتما حتما به پیج آقای دکتر شهریار وزیری تبار سر بزنید و شماره واتساپشون روی پیجشون هست، حتما حتما بهشون پیام بزنید، مشاوره بگیرید، به روزترین روش درمانی برای اختلال طیف اوتیسم و بیشفعالی به نظر من همین داروهای استمسل هستش. و در آخر خدا رو شاکریم به خاطر وجود نازنین آقای دکتر شهریار وزیری تبار عزیز و جناب پروفسور دراپای عزیز و تمامی همکارانشون، چه در خارج از کشور چه در داخل ایران، که هر آن هر لحظه پاسخگوی پیام های ما بودن، پاسخگوی تلفن های ما بودن. و الان ما به خاطر داروهای استمسل هستش که لحظه های شادی رو کنار خواهرم داریم تجربه میکنیم و میتونم بگم نه تنها خواهرم بهبودی حاصل شده براش، بلکه استرس های خود ما هم خیلی خیلی کم شده و به یه آرامش نسبی رسیدیم.
و برای تک تک این عزیزان از خداوند منان آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت آقای دکتر شهریار وزیر تبار سلام عرض می کنم. من 16 سال که ناراحتی قلبی داشتم. در بیمارستان شفا کرمان من دو مرتبه آنژیو کردم قلبمه، باز رگای من باز نشدن، با غیر از رگ اصلی باز شده، تمام رگای قلب من بسته بودن. به آقای دکتر زنگ زدم، پیام دادم به آقای دکتر تا اینکه به من زنگ زد. من صحبت کردم با آقای دکتر، برای من دکتر دارو فرستاد، داروی سلولای بنیادی ره. من هفته که 7 روز بود، من 4 روزش در بیمارستان بخش CCO بستری بودم. از موقعی که دارو آقای دکتر وزیری تبار خوردم دیگر بستری نشدم، هنوزم فشارم بالا نرفته، هیچ ناراحتی هم ندارم. مریضای محترم، شما اگر مریضی MS داره، LS داره، ناراحتی کبدی، هر مریضی مشکلاتی داره، با آقای دکتر وزیری تبار در شبکه ITN تماس بگیرن. با خدا خیلی داروهاش خوبن، هیچ ناراحتی هم نداشته باشه، از هیچ چیزش هم نترسن، واقعا داروش معجزه میکنه. آقای دکتر شهریار وزیر تبار فرشته نجات ما ایرانی ها هسته. امیدوارم که امام زمان نگهدار خودش و خانواده محترمش، تیم محترمش باشد. من حتی خودم خوردم که خوب شدم، برای آقام هم یه پکیج 6 ماهه سفارش دادم. آقام ناراحتی مفصلی داشته، ناراحتی اعصاب داشته، ناراحتی مجاری ادرار داشته، آقام هم خورد یه پکیج 6 ماهه، آقام هم خدا شکر خوب است. من پسر خواهرم تصادف کرده بود، فلج بود، حتی کم کم الان خوب بهتر شد، ولی صحبتش بر نگشت. براش سفارش دادیم، با آقای دکتر از زنگ زدیم، براش دارو فرستادن، الان داره میخوره. هنوز از اون نتیجه نگرفتیم، چون که 1 ماه میخوره. ایشالا که نتیجه بگیریم خودش صحبت میکنه، خودش فیلمش برای آقای دکتر میفرسته. حتی چند نفر از فامیلا، از همسایگان من گفتم، همهشون تماس گرفته با آقای دکتر، دارو براشون آقای دکتر فرستاده، خوب شده، به خیلی خوب شد. من 1 کیلو بار زیر دستم، حتی 1 کیلو میوه نمیتونستم از مغازه بخرم به خونه بیاورم. من میرفتم تا سر کوچه خودمون، من 2 مرتبه 3 مرتبه زمین میرشستم، پام خسته میشدن، چون ناراحت قلبی داشتم، رگای قلبم بسته بودن. الان خدا شکر، از امیدوارم که آقای دکتر وزیری تبار که زنده باشه، داروهای آقای دکتر رو خوردم، خیلی خوبم، را میرم، کارام میکنم، بالاخره زندگیم راحت دارم میگذرانم. آقای دکتر یه پکیج 6 ماهه برای من فرستاد، داروها رو خوردم، خیلی راحت الان خوبم. مریضان محترم، اگر هر کسی ناراحتی قلبی داره، ناراحتی کلیه داره، ناراحتی اعصاب داره، حتی ناراحتی کبدی داره، سیروز کبدی داره، داروهای آقای دکتر براش خیلی خوبن. اینقدر نره دکترای ما تو ایران فقط از ما پول مستونن، برای ما کاری نمیکنن. این خودم سال به این دراز که بود، من همش پیش دکتر او دکتر میرفتم، هیچ مشکلی برام حل نشد، غیر از داروهای آقای دکتر وزیری تبار. از امریکا برام فرستاد، دارو شیمیایی نیست، داروش گیاهیه، سلولای بنیادی توشونه. مریضان محترم، دارو مریضی های خاصی دارن، با آقای دکتر وزیری تبار در شبکه ITN، شبکه آقای شبخیز تماس بگیرن، نگاه بکنن، بردارش تلفن های آقای دکتر را تماس بگیره، با خانم کریمی، با خانم تهرانی، با آقای علی خانی در تهران.
دارو صحبت کنه براتون، دارو از آمریکا میفرست آقای دکتر، به امید خدا مشکلت مریضیتون حل میشه. من رگای قلبم که بسته بودن قلب عروق بود، حتی نمیتونستم که را برم، حتی نمیتونستم کار بکنم. همچی که داروهای آقا دکتر خوردم خدا شکر خیلی خوبم. مریضای محترم با خدا اصلا رن چی نشین، دارو از آقای دکتر زنگ بزنن، دارو بگیرن. دارو واقعا معجزه میکن، داروهای سلولای بنیادیه. اگر هم که سلول پوستتان، سلول کبد، هر سلول از قلبتان واقعا خراب شده، با داروهای آقای دکتر سلولا واقعا سلول سازی میشه، خوب میشن. اصلا ناراحت و تی چیزش نباشین، دارو دکتر به دستتون برسه، هر مریضی داشته باشه مریضیتون برطرف میشه. ایشالله که امام زمان آقای دکتر و خانواده محترمشه، تیم خودشون، همکارانشون، آقای علی خانی، خانم حکاک، آقای شبخیز، خانم کریمی، خانم تهرانی، ایشالله که خدا امیدوارم که سالم و زنده و سربلند باشن. شما از مریضای محترم هر سال به این دراز است که یک سال 12 ماه می باشد، شما میرین پولتون به دکترها میدین، دوباره میگن ای برجی اومدن، برجی دیگه هم بیاین، پولتون میگیرن ولی به کاری براتون نمیشه. داروها شیمیایی بهتون میدن خوبم نمیشن، چون من خودم گرفتم. واقعا من هفت روز بود، 4 روزش بستری بودم، ولی از موقعی که دارو آقای دکتر رو خوردم واقعا خیلی خوب شدم. من راه نمیتونستم برم، من 2 قدم میرفتم به زمین میشستم، چون رگای قلب من بسته بودن. الان خدا شکر رگا قلبم بازن، فشار خونم تنظیمه. واقعا داروهای آقای دکتر وزیری تبار معجزه میکنن. آقای دکتر دراپا، آقای دکتر امیدوارم خدا نگهدار خودت و خانواده محترمتون باشه، همکاران عزیزتان، آقای شبخیز که زحمت میکشه، خانم حکاک، آقای علی خانی که واقعا پسر خوش برخوردی هسته، واقعا از پسرام دوستش دارم. آقای دکتر با خدا خیلی آقای علی خانی خوش برخورده، امیدوارم که زنده و سربلند باشه. با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز، من واحد نجات هستم. مشکل پوستی داشتم حدوداً نزدیک 2 سال توی ایران با دکترایی که در رابطه با پوست بودن من مراجعه کردم. اول تشخیص نمیدادن، میگفتن عصبیه، چون یه استرس خیلی شدیدی رو پشت سر گذاشته بودم، به خاطر همین خیلی عذاب میکشیدم. تا اینکه آخرین دکترم تشخیص داد که صدف پوستی هستش و داروهایی که برای من تجویز میکردن داروهایی بود که جلوگیری از بیماری من باشه، نه اینکه بیماری من کاملا از بین بره. من اول عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر شهریار وزیری تبار، چون خیلی 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 در حد بالا با مهر و محبت خیلی زیاد و با انرژی خیلی زیاد که من اول از طریق همکاراش باشون صحبت کردم، بعد خود دکتر به من زنگ زدن، تماس گرفتن با من و من اون لحظه احساس کردم که خدا زندگی دوباره داره به من میده، چون انرژی آقای دکتر انقدر در کلامشون برای من آرامش داشت و کلامشون انقدر قوی بود که من از این انرژی که گرفتم احساس کردم داروها رو نگرفته من دارم خوب میشم. تا اینکه پرسه جدید داروهای من اومد، من داروهامو شروع کردم به خوردن. از همون روزی که داروها رو شروع کردم به خوردن حدود 1 ماه، نزدیک 1 ماه من این
حالتهای مثبت رو توی خودم میدیدم که روی پوستم چقدر تاثیر گذاشته، در حین حالی که اینجا دکترها به من گفته بودن این مریضی درمان نداره و شما تا عمرداری باید با این مریضی سازگاری داشته باشی، در صورتی که تمام کف دست من زخم بود، پای من زخم بود، من چطور میتونستم با این مریضی بسازم اونو نمیدونستم. تا اینکه داروها رو شروع کردم خوردم، بعد از دیگه حدود یک ماه اون تأثیری که از دارو باید میدیدم برای من روشن شد، تا 6 ماه من داروهامو ادامه دادم به خوردن و قبل از 6 ماه تمام کف دست من، پاهای من پوست جدید اومد و من زندگی رو انگار از نو شروع کردم. من الان میخوام کف دستامو به شما نشون بدم، کف دستایی که واقعا زخم کامل بود و من نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم، همچنین کف پاهام، دور ناخونای پاهام. من الان کف دستم رو به شما نشون میدم که مثل زمان اولش الان کف دست من کاملا پوست داره، یه دست سالمیه و من میتونم همه کارهایی که در قبلا انجام میدادم همشو انجام بدم. شایدم خیلی سنگینتر از این کارهای قبلی که بود انجام میدم الان و الان دستای من هیچ مشکلی نداره. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، من دلم میخواد یه شعری رو هم برای شما هم برای آقای دکتر عزیز شهریار بسیجی تبار که واقعا زندگی دوباره به من دادن، با خوندن این شعر یه جزئی از زحمات ایشون رو بتونم جبران کنم و از طریق این شعر ازشون تشکر کنم. سوختم تا گرم شد هنگامه دلهاز من، سوختم تا گرم شد هنگامه دلهاز من، بر جهان بخشودم و بر خود نبخشودم چو شمع، این که گاهی میزنم بر آب و آتش خیش را، این که گاهی میزنم بر آب و آتش خیش را، روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع. شما رو به خدای یکتا میسپارم، موفق و معید باشید. می‌کنم خدمت آقای دکتر وزیر تبار، جناب دکتر فرادا و خواهر عزیزم خانم مرد. اینجا رو بهمن قرداغی هستم با 75 سال سن، کارمند بازنشسته و سالها بود با مریضی‌های متعدد بریگانگی بودم و مدت ها بود برنامه آقای دکتر وزیر تبار رو می‌دیدم و شیفته کنفرانس های اون بودم و بیشتر نگاه می‌کردم ببینم نتیجه این داروی نشانه چی هست. به هر حال تا اینکه یک اتفاق بدی برای من پیش افتاد که در زمان خرید میوه ناگهان به زمین خوردم، متوجه نبودم، بیهوش شدم که کتف دست راستم تاندومش پارگی پیدا کرد شد. مدتی در خانه که نشسته بودیم با دوستان داشتن خداحافظی میکردم، پاشدم که وسایل پذیرایی رو بردارم ببینیم که متوجه بشم چه به سرم اومده. لیس خوردم و سرم خورد روی مب و چشمم و پیشانی و صدمه برمید. دوستان من بردم بیمارستان و بقیه
بازم بعد از مدتی دیگر که با دوستان رفته بودیم طبیعت گردیم، در طبیعت گردیم دوستان گفتم شما برید، من وسایل میارم که بریم. برنامه تمام شده بود، در ضمن حرکت که کوله پشتی پشتم بود، مانند کسی من کشید از جلو، روی زمین سر خوردم، تمام چشمم و قسمت بیشتر بدنم اصلا زخم شد. آقای دکتر که رفتم عکس برای من نوشت از مغزم و از ستون فقراتم و از دستم، بعد بهش نشان دادم، گفت که تو خیلی زمین خوردی. گفتم دو ماه پیش قبل از این تصادف. گفت که پارگی پیدا کرده، عصب تاندومات پارگی پیدا کرده، نزدیک به قطع شدن، اگه قطع میشد دست بالا نمیره. گفتم گفت الان داره ترمیم میشه، ولی استخوانای گردن زده بیرون. قاتل برای من نوشت. بعد که این شد مدارس و تصمیم گرفتم به دکتر به آشنایی باش داشتم از قبل زنگ بزنم و تقاضای دارو بکنم. دارو بعد از دو ماه به دست من رسید. بعد از این که رسید در ماه‌های اول دوم از خواب پریدگی و تمام انگشتان که قفل میکرد، تمام مریضی هایی که سالها مداوا میکردن و هیچ نتیجه ای نگرفتم، بعد از دو سه ماه متوجه شدم تمام اینا منتفی شد. از جمله از خواب پریدگی و بیخوابی و افسردگی از بین رفته و از این دارو واقعا معجزه دیدم، واقعا معجزه دیدم که این مسائل فرده و حتی این ناراحتیایی که بیخوش می شدم و زمین می خوردم منتفی شد. من از آقای دکتر به خاطر خدمتی که به تمام جهانیان می کنم، به تمام دنیا می کنم و با این دارو بیماری های ناعلاجه معالجه می کنم، کمال تشکر را دارم. از این دارو استفاده کردم و کلیه بیماری ها مدفعه مدفعه جمعه آرتروز بدنم، آرتروز قسمت چپ بدنم دستون پر کردم و همچنین تمام بیماری های روانی هم، اعصاب هم، همه کاملا 100% خوب شد. و به تمام بیمارانی که این بیماری رو دارن توصیه میشه که از این دارو استفاده کنن. این دارو معجزه میکنه، دارو بیماری های ناعلاج میکنه، اینا که چیزی نیستن. مثلا ورزشکار وزن برداری که در المپیک تیم المپیک وزن برداری بود، پارکینسون گرفته بود و کاملا خوب شده و در مسابقات شرکت کرد. و خود من که الان به راحتی میتونم، الان راحت من روزی یک ساعت و نیم پیاده روی تون میکنم و راه میرم، هیچ گونه عارضه ای ندارم. وزیر تبار و دکتر برادا و عوامل هم عوامل این برنامه که من خوب کردم و به راحتی میتونم راه برم، زندگی کنم، اعصابم خوب شده، هوشیاریم رو به دست آوردم و اون ناراحتی مغزی که خوب به مغزم میرسید خوب شده. متشکرم. آرزوی تندرستی سلامتی میکنم. عرضی ندارم. متشکرم از محبت و بزرگواری آقای دکتر. خداوند حفظت بکنه برای جهانیان.
آقای دکتر وزیری تبار و بینندگان عزیز. من رقیه محمدی هستم از منشأ کرج و چندین سالی هستش که مشکلی داشتم، درد کمر، لگن و تنگی کانال نخاع و دیسک گردن. بعد حال پام دقیقا سر بود، تعادل نداشتم راه برم. دیگه به هر حال با این سختی ها دیگه کنار اومدم. تا خودشون یه روز نشسته بودم با همسرم پای تلویزیون آیتم، دیدم آقای دکتر وزیری تبار عزیزم دیدم و این حرف رو زد. همسرم گفتش که آره شما خانم این دارو رو میتونیم بگیریم، شما بس بخورید از این دارو استفاده کنید انشالله که خوب بشید. ولی من همون لحظه اصلا یه امیدی به من دست هست، خیلی امیدوار شدم به این دارویی که اصلا فوری نظرم عوض شد. گفتم من 100% باید حتما این کار رو بکنم. بعد دیگه زنگ زدم با خانم کریمی. خانم کریمی خب گفتم آقای دکتر وزیری تبار دو روز بعد با تو تماس میگیرم. بعد دو روز بعد بود که آقای دکتر وزیری تبار عزیزم با من تماس گرفتم، با مهربانی، واقعا با دلسوزی تمام، با انرژی مثبت کامل با من صحبت کردم. من خیلی امیدوار شدم، انگار اصلا همون لحظه خیلی خوب شد حالم، خیلی خوب شد. بعد برای من گفتش حتما این دارو رو بخوری خوب میشی، اصلا نگران نباش. بعد من دیگه منتظر موندم و بعد دارو به دستم رسید، شروع کردم به خوردن این داروی استمرژن. بعد حدود دو ماه بعد بهتر شدم، دیدم دردام آروم شد. ادامه دادم تا شیش ماه رو خوردم، دیدم خب خیلی بهتر شدم، دیگه راحت تر پیاده روی میدم. ولی پیاده روی رو در هر صورت انجام میدادم و با دکتر عزیزم هم صحبت میکردم. دکتر فرمودن خیلی خوبه، حتما این کار رو ادامه بدارم. بعد دیگه من ادامه میدادم و داروارم وقتی تموم شد بعد از 6 ماه بلافاصله ثبت نام شدم. ثبت نام کردم، خودم سلام دونستم ادامه بدم، چون دردای من طولانی سالای زیادی به هر حال من این دردا و این دردا کنار می اومدم، گفتم حتما لازمه که من دو سه دوری بخورم و از این دارو استفاده کنم. بعد دیگه راضی هم بودم و خدا رو شکر میکنم که خب خیلی بهتر شدم، خیلی خیلی حالم خوبه. من اصلا میشستم بلند میشدم از اون مبلا خم بودم، واقعا خم میشدم، خیلی اذیتم میکرد درد. هر حال خدا رو شکر که از نتیجه گرفتم از این دارو و واقعا من اصلا اینو به جرئت میگم که هر کسی فقط این ناراحتی نم و ناراحتی دیگه هم درست کرد، مشکلات دیگه هم داشتم حالا اونا رو اصلا فراموش کرده بودم، از قبیل درد معده، دیگه حساسیت، اگزما داشتم یه مقدار، جدیدن سراغم اومده بود ایزما، اینا همه برطرف شد شکر خدا. بعد گفتم خب باید ادامه بدم، حتما باید ادامه بدم. الان بلند میشم به راحتی راه میرم. ببین هم میدم قبلا هم میشم. وقتی من راه میرفتم خم میشدم، باید کمرم رو میگرفتم راه میرفتم، ولی الان به راحتی دارم راه میرم. هیچ، خدا رو شکر دیگه ناراحتی هم برطرف شد، مشکلات به طور کل برطرف شده. خدا رو شکر میکنم و از دکتر وزیری تبار عزیزم دوست داشتنیم واقعا دعای خیر، دعای همیشه طلب خیر براشون میکنم
که همیشه سلامت باشن، عمری با عزت و هزار ساله ازش از خداوند میخوام براشون که سلامت باشن و ما به هر حال که خوب شدیم و همیشه دعا گوش باشیم. میخوام تشکر کنم از دکتر وزیری تبار عزیزم و دکتر دراپا و همکارای عزیزش و از خانم کریمی، از آقای علی خانی عزیز تشکر کنم که به هر حال با این زحمت هایی که بهشون دادیم و هر دفعه با ما با مهربونی و با صبوری با ما به هر حال صحبت کردن، ما رو راهنمایی کردن، ازشون تشکر کنم. واقعا بی نهایت سپاسگزارم از دکتر آقای وزیر تبار عزیزم که همیشه دعا گوش، همیشه دعا میکنم، همیشه طلب خیر براش میکنم. انشالله که عمر هزار ساله داشته باشه، سلامت باشه و ما هم که به هر حال خدا رو شکر میکنیم که سلامتی اون رو به دست آوردیم. با عرض سلام خدمت آقای دکتر وزیری تبار و آقای دکتر دراپا و با تشکر از آقای شرفیز با این برنامه بسیار عالی که داره. من مولود مظفری هستم که حدوداً 13-14 ساله که به آرتروز زانو و تنگی کانال نخاع دچار شده بودم. بعد از یه مراحلی که دکترای اینجا رفتن و همه رو دارو درماناشون استفاده کردم و نتیجه ندیدم، کار به جایی رسید که به من گفتن باید مفصل زانوت عوض کنی. تا اینکه با برنامه آقای دکتر آشنا شدم. حدوداً 2 سالی بود که من این برنامه رو پیگیری میکردم. با چند تا از مریضاشان تماس گرفتم و همه راضی بودن. تصمیم گرفتم که منم از این دارو بگیرم و استفاده کنم. بعد از تماسی که با آقای دکتر گرفتم و ایشان امیدواری زیادی به من دادن، دارو که آمد شروع کردم به خوردن دارو. خدا رو شکر بلا فاصله بعد از شاید 3-4 ماه که دارو داشتم مصرف میکردم، احساس کردم که دارم نتیجه میگیرم. این را هم بگم که در سال 93 من عمل PRP انجام دادم در تهران. اون موقع 7 میلیون خیلی پول بود ولی نتیجه ندیدم. اما خدا رو شکر داروهای آقای دکتر بسیار عالی، بسیار عالی، طوری که من به چند نفرم پیشنهاد دادم. بیماری قلبی، بیماری MS، خواهر خودم که آرتروز داشت، به خیلی همه پیشنهاد دادم. خدا رو شکر اونا هم نتیجه دیدن. به هر کسم که الان برسم معرفی میکنم، میگم تو رو خدا پولاتانه بی خودی خرج نکنی، حداقل برای یه بارم که شده امتحان کنی. حیف که یه آقای دکتر تو خارج و ایران نیست. به خدا مریضای زیادی هستن که هزاران برابر ای پول خرج میکنن ولی نتیجه ندیدن. حالا نمیدونم چرا بعضی ها قبول ندارن، ولی تو رو خدا قبول داشته باشین. داروهای آقای دکتر خیلی معجزه انگیزه. ایشالله که خدا خیرش بده، عمر طولانی خدا بهش بده، سایش بالای سر زن بچهش و همه مریضا باشه. خیلی متشکرم. قبل از مصرف این دارو خیلی اذیت می شدم. من مایه های مفصلم از بین رفته بود، چسبندگی شدیدی پیدا کرده بود، به طوری که نه چهارزانو می دانستم بشینم، نه راه رفتن درست حسابی داشتم، اپله رفت آمد می کردم به سختی، خیلی به سختی.
ولی الان به شکر خدا که این دارو رو دارم مصرف میکنم نتیجه خیلی خوبی دیدم. انشالله که خدا یه عمر طولانی به آقای دکتر وزیری و همکارشان آقای دکتر دراپا عطا بفرمایید. خب امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آرزوی سلامتی براتون دارم. انشاءالله همیشه سلامت و موفق باشید. و کسانی که این برنامه رو دیدید اگر خدا نکرده خودشون از بستگانشون کسیشون دچار مشکلاتی هستند من جمله مشابه با این مشکلاتی که در ویدیو دیدید حتما با ما تماس بگیرید. تماس رو میتونید با تلفن‌های زیر صفحه و یا از طریق میدیا که بازم زیر صفحه نوشته شده با ما برقرار کنید. آرزوی شب و روز خوبی رو برای شما دارم. امیدوارم که موفق باشید. تا هفته آینده خدا نگهدار.